سلام، هی تو، چه خائن چه غیر خائن، چه اگر منتظر من وای میستی، چه اگر رتی. دیگه اینم رت، دیگه هر کی وقتی رته اینم رت بودنه. و میدونی که اینجا تراپی میرن رتا. سلام، در صورت خوش اومدید به قسمت دیگه از لا که بهم توجه کردید به کلی بازیام. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون تشاشور لایف. تو این ویدیو قراره با هم دیگه موزیک آی تو آی، موزیک ویدیوه اگه اشتباه نکنم، آی تو آی رو بشنویم از بیبال که اپیکور نیست. چرا پس اپیکور چیزش کرد، استوریش کرد؟ صرفا بحث ساید بندی بود. آره، به هر حال از بیبال آی تو آی رو قراره با هم دیگه بشنویم که دیس جنجالی بود به هیپاپولوژیست. من یه خورده عقب مونم از موزیکا، خیلی تعداد موزیکا زیاد شده، به خاطر همین دیگه خود دیر رسیدیم به این قضیه. ولی چون پروسه تولید ویدیو یه مقدار سخت داره، یه خورده من رو ادیتام وسواس دارم، یه خورده مثلا ادیت ترتمیزتر دوست دارم بزنم و اینا، یه خورده طول میکشه. و گرنه اصلا لایو میذاشتم، موزیکا رو لایو گوش میدادیم. به هر حال مرسی از کسایی که خائن نیستن. دست آرشگره اینا که ناخن کوتاه داره، چیز ناخنش کوچیکشو بلند کرده و عشق باشه دیگه جمال تو. آرتیست بیبال، لیبل جوهر، دایرکتور وکسنو، بیت پرودوسر اپیکور تونز. پرودوسر اپیکور، ولی اون استوری که امیر اپیکور گذاشته بود، یعنی با پیج اپیکور گذاشته شده بود، استوری که داداشم اومده بکشتت، این مدلی بود. یعنی میگم سوای پروموت کردن کار که آقا من پرودوسرم، این قصد هم پشتش بود که بگی آقا ما این سایدیم و داریم حمله بکنیم به سایدتون. میکس و مستر امیر ارشیا، پروداکشن منیجر مسعود سان، کوپرودوسر شهرام تنسی، کاور آرت هم که لیونارد اگه اشتباه نخونم. برو بریم. بیبال پس این شکلیه، من نمیدونستم چه شکلیه، چقدر جوونه آجی. این داداشمون هم توی موزیک ویدیو یه استوری گذاشته بود، تک کرده بود بچه ها رو، داداش خوشتتومون. خیلی تصویر خوش کوالیتیه. داداش اون کاربردیه، اینقدر دیگه با نیزه و گرز نریم بالا سر کسی دیگه. خب به موقعش باید قایمش کرد اون چیزا. رفتم بیمارستان به ماشین تو به خودش بیاد چادرش پوشین لفظ نمیام دوشین به خودرسین دوشین ها دوشین. من قافیهاشو نمیفهمم ازش، شلوار پوشی رو فهمیدم. طرف ما چوشین تو به خودش بیاد چادرش پوشین لفظ نمیام دوشین به خودرسین دوشین. ولی ناموزن چشاتون رو حاجی پشم، چشاتو ببند، فرض کن حسینه، چشاتو وامی کنی شکه میشی که میبینی حسین نیست. تو به خودش بیاد چادرش پوشین لفظ نمیام دوشین به خودرسین دوشین. بگی جون بودی کاشکی کاشکی، بگی جان بودی کاش، مگه خویشم دو دو تاشو فهمیدم، شلوارت شلوارش پاشنی، بگی جان بودی کاشکی. این سیخ میخوام فلو زدم شوشنی، اوج میگیرم مثل برای شما فالشنی، مثل اوریو روی تخت بگو فوک، اوج میگیرم مثل برای شما فالشنی. اوج گرفتن کی فالشه؟ دارم فکر کنم اینو مخاطبو کی قرار داره میده، چون من با این ذهنیت که دیسترکیه به هیپاپولوژیست اومدم دارم ترک گوش میدم. آها راستی پیش زمینش هم بهتون بگم، شاید جذاب باشه. بعد از بازی ایران ژاپن، هیپاپولوژیست و وینا که عکس گذاشتم با تیشرت تیم ملی و پرچم ایران، فدایی اونور پرید گفتش که آقا این پرچم فیلان بیسار این همه کشته، این پرچم دوباره قرار نشد ببرید بالا. بیبال و اپیکور هم همون موضع رو گرفتن، درگیری از اونجا شروع شد اصلا که بعدش این چک اومد. هیچی بهتره رفیقای سوگیرم مثل برای شما فالچ نیم، مثل باربیا روی تخت بگو فوک می، هیچی بهتره مثل باربیا روی تخت بگو هوه می. برای رفیقای سونه شاکین تو نرو چی دیگه توی باکین، جامنم داره ولی اینجا باکین، اون اسپورتج او بی تانکین توفت ازم می پرسی تو اون اسپورتج او بی تانکنی. ماشین سروش رو فکر کنم داره میگه، ولی اسپورتج داره. ببین سروش زیاد به پوری زیاد گفته بود که خواستی با چی بیا، خواستی با تانک بیا، سیبیلاتو میشینه مثل باربی و فلان اینا. لفظ تانک رو تو دیس و دیس بازیاشون به پوری زیاد استفاده کرده بود. دومنم دوره ولی اینجا باگیم، اون اسپورتج و بی تانکیم توفت ازم میپرسی دوی لکمی، یه بش کاما ساکمی، یه بش کاما ساکمی. باورم نمیشه آجی، بکنید دوشو بیرو زدیم رفته پیلارو، ولی
من نمیدونم واقعا من مرز ناراحت شدن آدم ها رو نمیدونم کجاست، چی بگم ناراحت میشه چی نگم نمیشن. خوب نبود دیگه داداش که یه بیبی کامان ساک میمزنن بعد از با فاک می قافیش کنی اصلا دو یو لایک می فاک می، همین رو گفت دیگه. این باربیا بگو فاک می بچت بهم میگه دو یو لایک می کامان بیبی کامان ساک می، تا ورس رو با این قافیه تموم کرد. بیت شاد بابا شد دیس چه جیگر تو بده ماچو میخوری اسا تو جو حراتی حسین نداده رات بازی نشده با پول بابوت دوتی تو بوت میخوری ویزون شیخویوت. همین قافیه آجی، همین سه تا تصدیر واسه این که آلبوم یاد و هفت سال دیگه بهمون بده کافیه. تو همین صدا تصویر رو بده ما عشق میکنیم واسه به بازی دوباره بمونی مد رو بری به ترسی از سویوت تو رو که بلندت میکنه بود برای تو وضعیت میمونه هد مهم نیزیره دوری که بلندت میکنه باد شاید منظورش که میزنی بود میری تو صندوق و بالا خود بسخول کچل افتادی دوباره باز توی اچل چشتاره بسخول کچل رو فکر میکنم نصف رپ فارسی رو منظورشه همه کچل انجام به جز جوون تر اون سمبال داره همه کچل انجام فدای کچل شده هیچ کس کچله هیچ کس نمو داره پار سالیب کچله خلصه کچله همه کچل دیگه ولی اون منظورش دوکیه بزنه رفیق و شبل بسور فوریه چی میگه بغل هر چقدر تلخی بخوره از سل بزمال خرسا میشه تو مل میگیرم رو تون هر چقدر تلخی بخوره از سل زنی بغل تلخی بخوره از سل بزمال خرسا میشه تو مل هر چقدر تلخی بخوره عسل خرس عسل دوست داره دیگه تلخی و عسل و دارم سعی میکنم رفت این سه تا کلمه رو سه تا چیز رو با هم دیگه بفهمم گیرم رو توم بزنی تقل ای دری خزه میام با تبر دولتی حرفی کمی عمل بلونو بود دولتی حرفی کمی عمل گفتش گیرم تو شراب و پول چی میگن الان این دوتا دودفی کمی عمل بلونو بود میگفتش گیرم تو شراب و پول چی میگن الان این دوتا دودول هر چیزی داره اصول شدی نه و رفت و دور یه مصرف و ارتباط بیتاش به هم دیگه واقعا نو دیسریسپکت ارتباط بیتا به هم دیگه واقعا ضعیفه. یه بیت راجع مولوی میگه، میگه مولوی بود میگفت تو شراب و پول، یه بیت میگه کچل تو چی میگی، یه بیت میگه تو رو باد میگه. یکم ارتباط بیتاش با هم دیگه به نظر من یه جوریه که من زنجیر رو گم میکنم، من رشته های زنجیر رو گم میکنم. چی میگن الان این دوتا دودول هر چیزی داره اصول شدی نه عرف و دور یه مصرف آخه با بعد شعور بخونم پند چه بره امور ابله و ننازن این من رو تور میلرزه تن شوهر رو تو گور جلوشون دیوار و جهله زمین براشون سخت و بور جلوشون دیوار جهله واسه همین براشون بور سخته و فکر کنم بهترین پانچلاینش بوده احتمالاً که گذاشته قبل از دراپ دیگه. میزنه بیرونم پیرنم پوش جنگتون فیک که نمیدم پوش میزنم پسش و گندتون کوش میکشم پنجم و روش میزنه بیرونم میکشم پنجم و روش گندتون کوش کمرم نوکش نوازم چند بار نبود تو لوکش گفت داره حساب بکنه الان توفش رو میفرسته یا میاد خودش. آها سر اون قضیه اتفاق و در اون درگیری که بین هیپاپولوژیست و نسته چار به تبعاتش با تطلو و به تبعاتش نسلیه که اتفاق افتاد، یکی از بچه های یکی از فم ادمین های فم پیج یکی از طرفدارای حسین رفته بود یه جایی تو باولسر زنگ زده بود به سروش که مثلا بیا اینا، سروش قطع کرد گفتش که واسه داره میسه حساب میکنم میگیرمت، داره به اون اشاره میکنه میگه رفتیم نیومد، گفت حساب میکنم پس یا خودش میاد یا دافشو میفرسته واسه تصفیه حساب و فلان. من یه گفتی بیاین مازندران A to A همدیگه رو ببینیم. آه بیا A to A I to A چیز همون وایس همون دقیقا ویدیو رو داره میذاره که یکی از حسین فنا رفته بود مازندران این کجا ببینیمت بیا با ما تو ویفن اورژانسیت تو تهرون هم بچه گی مثل لاستیک چرخ زدم ببینم کج میشه شاسید قمه چی دنباله بیکنم با پاسیل این میرو خراب بشه قمه چی دنباله بیکنم با پاسیل پاسیل بینی ها تو ترک چیز استفاده کرده بود دوکی نمیدونم آیا ربطی به اون داره یا نه. تو مثل ماستی سفید و شله صرفاتم راستی چی شاسید قمه چی دنباله بیکنم با پاسیل این میرو خراب بشه تو مثل ماستی سفید و شله صرفاتم راستی صداتم این بیرون خراب میشی تو مثل ماستی یعنی مثلا تو یخچال باید باشی سفید و شلی داد باشه حاجی چهره به رنگ پوست زمین آخه خود بیپال سفید من این چه رنگی تو تصویر سیاسفید کردی دیگه وگرنه که سفید چرا نه به رنگ پوست هم چیز میز میگم بچه ها همون یه نژادیم دیگه کیریو میدونی که بسیم هر یه ریسه فاوسیم برای شاسیم میخورید زمین تو رینگو توشتونی میذارم در تک زیاد با مال کنه خیابون در مونگو نیست شفت سم میذارم در دیگه زیاد با مال کنه هر بره اوسلم با یه چول کنیم بنا نرد خیابون در مونگا نیست. کلیت کانسپت ویدیو هم که رفتن تو در مونگا دارن اتاقا رو کانسپت ویدیو دیسیه به ایپابولوژیست که اومدیم تو در مونگات داریم همه رو میکشیم و فیلان و اینا
ولی من خیلی حرفی نمیزنم دیگه، چون میگم مرز ناراحتی آدمو نمیدونم کجاست. خیلی ترک بده تا اینجا نمیذارم در تگی زیاد مامال کنه، خیابون در مانگو نیست شفته، سر بره و سلمو با یه جا چول کنیم، منه نرد بگو الان از خونه برات، قضیه به بیمارستان خط نمیشه، جر روی سر پایی داری به لبوت، منده فوت عضو سلبوت، چونی منده فوت عضو سلبوت، منده چیزیه که زیاد میگه دیگه دوکی، همه با هم متعجی نمیتونی نه نورس مندن چی برات، قضیه به بیمارستان خط نمیشه، چر روی سر پایی داری به لبوت، مندن فوت عضو سلبوت، چونی کم کس بگو بیا بگی دم، اینجا پون بنزینو سوخته میدن، چونی کم بگو بیا بگی دم، اینجا پون خوری لبوت قبلنو بودی فن، پون بنزینو سوخته میدن، مثلا بنزین نمیدن و فلان، اپیکار امیر رود بگو دوست داری باشی جای من، آره بد دادی منو خوب کردمت، بی نازم قلاده توی گردنت، خفش جفتتون اینه اوممه، کل رپ فارس میگن دوکی برد، خفش جفتتون اینه اوممه، دمه با چونه دودی وار بزن قلاده توی گردنت، خفش جفتتون اینه اوممه، کل رپ فارس میگن دوکی بردمه، با چونه دودی وار بنویس باختم، می نازم بلوزر بی جواز ساختن، کلمه میرسه تو دم بشه بازدم، رفتن دو تایی گوش چه رفتن با همتون میشتم طرف زیر یکی تو میخوام صدف، با همه تو میشم طرف زیر یکی تو میخوام صدف، دوباره قضیه اسم دوست دختره. آها ببین ببین وایسا استوب، اینجا دیگه من باید صحبت کنم، هی گفتیم یه جایی نگه داریم ناراحتی پیش میاد، فعلا اینو باید صحبت کنم، اینجور توهینا که اسم ناموس یکی رو قراره بیاری، حرکت اکستریمی، خیلی خیلی هاردکور، خیلی اینجوریه که یه سری اینجوریه که هیچکی در مقابل همچین اتفاقی وسط وای نمیسته، یا همه هیتت میکنن یا میگن نمت کم که زدی، یعنی آدم ها رو به دو دسته تقسیم میکنه. اینجور حرکات اکستریم رو میخوای انجام بدی معمولا باید توجیه پذیر باشه اون حرکته، مثلا توجیهی که کار دوکی داشت که بازم کار قشنگی نیست، که اسم خواهر اسم ناموس رو زن دشمن آورد، این بود که بردش تو قالب این که ببین تو اول شروع کردی منم جوابتو دارم میدم، پس با ناموس کسی شوخی نکن که مثلا سر خودت نیاد، یا چه میدونم یکی دیگه این کارو میکنه، یا مثلا پوشاتی اسم بچه درک آورد تو دیس و دیس بازیشون به هم دیگه تو بیفشون، به خاطر این بود که بگی بابا تو کپ داری میکنی، تو یه بچه داری، تو برو بچه‌تو گردن بگیر، میبینی صرفا این کلاج زنه تو میکنم اسم زنه تو بلدم، مامانت اسم شیره، چون سری کارت به کارت داشتی میکردی، من دیدم شما رو اینجوری نیست، میبرتش توی قالب دیگه ای که آقا ببین تو کپ میکنی، خب مثلا برو بچه تو گردن بگیر، چرا نمیخوای جایی اعلام کنی بچه داری فلان اینا، این که بیای صرفا از اسم استفاده کنی اون چیزی، حالا اسم رو دیگه همه هم میدونن آخه، ببین اولین بار نیست اسم صدف توی رپ فارسی میاد، یه وقتی میخوای استفاده کنی و میخوای همچین حرکت اکستریمی بزنی، به نظر من باید توجیهش هم فکر کنی دیگه، من انتظاری ندارم خیلی حالت به اینجا فکر شه، چون به خیلی چیز دیگه فکر نشده بود تو ترک تا اینجا، ولی دیگه واقعا بس دیگه، یه جا استوب کنید این کار رو، یاد گرفتید به قرآن، یه خیلی چیز بدی افتاده تو رپ فارسی، اسم ننه یکی رو میفهمن سری تو دیس، اولین کاری که میکنن که اسم ننه‌شو میگن، بابا بذار واسه حرکت بعدیت اسم مادر طرفو بذار، بدون اینکه اسم بیاری بزن، ببین اصلا چی جوریه، بلدی خفنی نیستی، من چی میگم پشتاتی هم تو دیس دومش اسمه مثلا بچه داره کار بود اسم طرف زیر یکی تو ها، اونم تا پشتاتی هم که میگم تازه دریک اسم نامزدش آورده بود، اینم در جواب این کارو کرد، با همتون میشم طرف زیر یکی تو میخوام صدف، بسن نکن وقت ما رو تلف، بی بزنم زیرت مسلف، ای ای پرد بیتش خیلی باحاله، ولی فروختی رو عشت تو ننتم بزای جاره عشت موسیا بود، فروختی داشته تو کیو فروخت؟ هیپاولوژیست کیو داره میگه؟ هیپاولوژیست رو نمیگه، چون کیو داره میگه؟ آخه همه همون میدونیم که کی داشته شو فروخت، چون مثلا بگم مسیر پرودکشن های اپیکور جالب داره میشه، من نمیدونم از کجا الگو برداری میکنن، ولی هم ویدیوهاشون هم پرودکشن هاشون مسیرش و اون جایی که ازش الگو برداری میکنن خیلی داره جذاب و یونیک میشه به نظر من. دو رفیقام و ستاره یکی رو بیکار دارم ببره یه بکاره برام فرقی نداره کدومتون میخوره، ببر اشکان شاد شاپور تو دهنش بذاره ببر اشکان شاد شاپور تو دهنش بذاره
خودت کنی اماله، شاید هم مهدی ها رو سنتورش به خود بماله، شاید از... خب میدونیم دیگه بچ حسینی ها با فدایی و اینا هم خوب نیستن خیلی. اینا الان همه تقریبا همه با هم دیگه دشمنن. دوکی با شاپور و فدایی چجوری بگم خدایا؟ بذار الان تخت شاسیمو بیارم. تخت شاسیت بذارید در تختت شاسی نداره. اینجا رو که نگاه کنید میبینید اصلا. ببین این ملتفته. این هیچکس. این هیپوپولوژیست. این حسین. پوری اپیکور. هیپوپولوژیست و کاگان دیگه. حسین با هیچکس بده. با ملتفت بده. با هیپوپولوژیست هم بدن. این تیم کلا. هیچکس باید میدونم با هیپوپولوژیست بد باشه، باید میدونم با پوری بد باشه، با ملتفت بدن. ملتفت پس الان اینو خطا یعنی دشمنی ها دیگه. ملتفت با هیپوپولوژیست هم بده، پس ملتفت با هر ستا اینا بده. حسین اینا پوری باید میدونم، ولی مثلا حسین میدونیم که با این ستا بده کلن. هیچ کس باز مطمئن نیست. مثلا خیلی عجیب کردن، یعنی همه با هم به صورت جایگشتی بدن. خب یه جای کار میلنگه دیگه، یه جای کار مشکله. مگه میشه کل رپرهای دنیا با هم دیگه بد باشن؟ این یعنی یه جای کار اشکال وجود داره. کجا دیگه نمیدونم باید ریس شیم. یعنی آره این وسط مثلا به مهدیار داره میگه، به کاغان میگه بیزن توی میم ملتفت بذاره، اون سنتورش به خود بماله، شاید اصلا توی میم ملتفت بذاره. میم ملتفت سوراخیه که اون بیکار بیوال مثل این که کاربردهای مختلفی داره واسش پیشنهاد میکنه، میگه میخواد ببر اونجا، ببر اونجا، بکن اونجا، بکن اونجا. میم ملتفت هم هست، بذار بکنی تو اونجا، بذار اونجا به نون نوایی برسه. بدبخت نون نوار، نون نواری برسه. تو این جنگل های مزنده رو میریم یه خرس چونه دو باز نگیره، هم تو میمه ملتفت داته. تو از قدیم خوی مال بودی، یادت رفته فلش فهم بودی دایرکت تو تست هنوز، حالا لات شدی داری جلوم میدی چونی؟ نمیدونم کیو داره میگه، شاید شاپور رو بگه. خب این بود ترک آی تو آی بیبال، دیسترکی به ملتفت و هیپوپولوژیست و کاگان و شاپور و فدایی و همه همه و همه. استراتژی عجیب بود کلن که یهو یه موزیک ویدیو بدیم خیلی هم مرتبط نباشه، مرتبط نباشه، ملتفت رو دیست کنیم و سروش رو دیست کنیم و بعد واقعا دیس بدی بود. یعنی واقعا دیس بدی بود. من میدونم که به خاطر اینکه تعریف نمیکنم قرار کپی رایت بخوره ویدیو، ولی خب دیس بدی بود. من قلم بیبال به نظر من اصلا قلمی نیست که، به نظر من قلم بیبال هنوز واقعا در حد آماتور، اصلا ارتباط بیتاش با هم دیگه نمیدونی، اون الگویی که میسازه الگوی جذابی نیست. نو دیسریسپکت، من اصلا کاری ندارم کی کیه، کی چی کار میکنه، کی فلانه، من فقط دارم راجع به این ترک صحبت میکنم. این ترک اینجوری من نه لف، من واقعا نه دیسریسپکت ناراحت کننده ای شنیدم از بیبال، صرفا یه سری بی احترامی بود. دیسریسپکت اون که مثلا زیدت زیرم میخوابه، مادرت اینو بکن تو کت ناموزت بنان، و یعنی حتی فوشا هم فوشای ناراحت کننده ای نبودن، فوشا اینجوری بودن که واقعا شبیه یه سری کامنتی که طرف میاد و یه فوشی میده و میره. یعنی فوش هم همون جوریه که توضیح دادم، وقتی کار اکستریم داری میکنی باید اون کلام اون کانتکست رو یه جوری بسازی که کار تکستت که اکستریمه تو اون کانتکست توجیه پذیر باشه. بدون هیچ کانتکستی فقط یه سری بی احترامی بود، یه سری دیسریسپکت بود، یه سری بار به نظر من ضعیف بود، یه سری بار ضعیف که ارتباطشون به هم دیگه این بارها هم باز ضعیف بود. کیدنس دلیوری بیبال بی حد و اندازه دیگه شبیه حسینه. یعنی من هیچ واقعا تفاوتی بین بیبال و حسین توی صدا میگم، چشو ببندی چشو باز کنی تعجب میکنی که من یه حسین نیست. واقعا این ترک رو کسی که نمیدونه بیبال کیه نشون بده، میگه آجی حسینه، چه مثلا ترک ضعیف شده چقدر حسین، ترکی برای کیه فلان اینا. من پروداکشن رو دوست داشتم، ویدیو خفن بود، سیسا خفنیه، ولی یه سری چیز برای من توجیه ناپذیر هستن. این که استراتژی چی بود یهو یه دیس ضعیف بدیم بیرون؟ اصلا این ترک اگه دیس نبود واقعا ترک قابل گوش دادن تری میشد. این که کلن دیس بود و واقعا دیس بدی بود، اصلا هیچ تو نمیدونم پروژه چرا دیلیت نشده. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این ترک، این موزیک ویدیو و این ریاکشن ویدیو. تبدیل تجربه هم نمیگیم دیگه، خوب نبود. ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره، دوست داشتید دیسلایک یادتون نره، فورگنگ هم که یادتون نمیره توی کامنت و ویدیوهای کانال هم اگه دوست دارید تکمه سابسکرایب یادتون نره. زنگول بغل سابم برای شماست که روش کلیک کنید تا مطلع شید از آپلود ویدیوها و تا ویدیوی بعدی. فورگنگ.